در محله کینگز کراس لندن که یکی از ایستگاه‌های اصلی قطار این شهر قرار داره، این روزها نمایشگاهی برپاست از جایزه معماری بنیاد آقاخان. جایزه 1 میلیون دلاری که به شناسایی آثار برتر معماری جوامع مسلمان می‌پردازه و هر 3 سال یک بار به طور مشترک به چند معمار و طرح‌هاشون اختصاص پیدا می‌کنه. امسال هم 20 پروژه معماری به فینال مسابقه معماری آقاخان راه یافتن. ناجی غلامی برای دیدن نمایشگاه تصاویر این پروژه‌ها به مرکز لندن رفت. از عمر جایزه معماری بنیاد آقاخان 44 سال می‌گذرد، ولی این اولین بار است که تصاویر پروژه‌های منتخب برای رقابت در دریافت جایزه نهایی به نمایش عموم در می‌آید. در کینگز کراس، یکی از مهمترین میدان‌های لندن، تصاویری از ساختمان‌ها، مراکز عمومی، خانه‌ها، مدارس و فضاهای طبیعی در کشورها و جوامع مسلمان. با داریوش محمدپور، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن دیدار می‌کنم و از پیشینه جایزه معماری آقاخان می‌پرسم. حدود 120 سال پیش امامت اسماعیلی درگیر ساختمان سازی بود، به خاطر اینکه مدرسه می‌ساختن برای جماعت اسماعیلی، بیمارستان داشتن، جماعت خانه داشتن، مکان‌های عبادی داشتن و مکان‌های مدنی و اجتماعی. در نتیجه زمانی که این امام به امامت رسید، یه تعداد خیلی زیادی از ساختمان در دستش بود که این ساختمان رو باید بهبود میداد، وضعیتش رو به کیفیتش باید رسیدگی میکرد. مهمترین چیزی که نشون میداد این بود که وضعیت ساخت و ساز و معماری در جهان اسلام وضعیت تأسف انگیزی است. یعنی جهت نداره، به هویت‌های خودش توجه نداره، به ارزش‌هاش توجه نداره و تا حدودی یا فرسوده شدن این ساختمان‌ها یا بسیار متأثرن از فضای مدرنیسم معماری حاکم بر جهان غرب. در نتیجه جایزه رو ایجاد کردن برای به رسمیت شناختن کارهای با کیفیتی که باعث بهبود کیفیت زندگی مردم در فضای ساخت و ساز در جهان مسلمان میشه. 20 پروژه امسال از میان بیش از 400 پروژه انتخاب شدند. معماران و صاحب نظران برای بازدید از تمام پروژه‌های منتخب به کشورهای مورد نظر رفتند. ترکیه، بنگلادش، هند، لبنان، بحرین، هر کدوم از پروژه‌های معماری که اینجا می‌بینیم قصه آدم‌های یکی از این کشورها رو با خودش به قلب لندن آورده. این نکته مهمی است که اعتنا می کند به اینه که جوامع مسلمان در روزگار معاصر با هر پیشینه‌ای که داشته باشن عملیات دارن، میتونن زندگی خودشون رو در جهان معاصر تغییر بدن و به دست خودشون بسازن. وظیفه شما اینه که کیفیت زندگی مردم رو بهبود بدید، ولو در یه بیابونی باشه که شما آبنبار برای اینا میسازید و میدونید این تداوم داره، پایداره. یعنی رفتید یه آبنباری برای مردم ساختید که یه جمعیت خیلی زیادی رو از پریشانی و سرگشتگی و نمیدونم سرخوردگی نجات میده. این مرکز آموزشی در سریلانکا محلی است برای برگزاری جشنواره‌های موسیقی و فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی، جایی برای تمرین دوستی و کاهش تبعیض در میان مردمی که از جنگ داخلی و سونامی سال 2004 جان سالم به در بردند. پروژه باغ آفریقا را رشید قریشی، معمار تونسی، طراحی کرده. آرامگاهی برای آنها که در مسیر مهاجرت جان خود را در دریای مدیترانه از دست دادند. پناهجویانی که مرگ دردناکشان گاه شناسایی هویتشان را غیر ممکن کرده است. پروژه فلسطینی پروژه ساختمان دادگاهی است در طولکرم. کارفرمای این پروژه خود حکومت خودگردان فلسطین بوده و ساختمان خیلی با کیفیتی، ساختمان امروزی درست کردن و در واقع به یه وجهی پیامی است که شما یه کارفرمای فلسطینی داری در یک کشوری در اون منطقه خاورمیانه زندگی میکنه و میتواند معماری بروز و با کیفیت و در تراز برتر امروز تولید کنه و از این جهت نامزد میشه. در میان پروژه‌های برتر معماری امسال، 3 پروژه هم از ایران انتخاب شدند. خانه آبان را در اصفهان مینا محی‌الدینی و محمد عرب معماری کردند. بنایی با آجرهای اخرایی، همگون با بافت سنتی اصفهان. خانه‌ای با 3 حیاط کوچک که فضاهای باز، بسته و نیمه باز آن شاهد رویدادهای مختلف است. یه پروژه‌ای داریم در تهران که قبلاً کارخونه پیش از انقلاب کارخونه آبجوسازی بوده. این
به خاطر آلودگی‌هایی که ایجاد می‌کرده، به خاطر مسائلی که در اون زمان داشته، پیش از انقلاب این کارخونه تعطیل میشه، به جای دیگه برده میشه و کارخونه بلا استفاده میمونه. معماری که اومده این فضا رو در اختیار گرفته، اینو بازسازی کرده و این الان تبدیل کرده به یه موزه. یکی از پروژه‌های نهایی که انتخاب شده برای جایزه امسال آقاخان، پروژه آرش علی آبادی هست، یک مدرسه ابتدایی در روستای جدگال استان سیستان و بلوچستان، مدرسه که 4 تا کلاس درس داره، یک اتاق بزرگ برای کارهای فرهنگی و هنری بچه ها داره و یک کتابخونه. این مدرسه برای بچه های یکی از دورافتاده ترین و محروم ترین مناطق ایران ساخته شده. کودکان خلاقیت و تحرک آزادانه را در این مدرسه تجربه می‌کنند و در فصل تعطیلی مدارس فضای گرم آن پذیرای رهگذران می‌شود. از ساخت پروژه‌های منتخب باید حداقل 1 سال و حداکثر 6 سال گذشته باشد. چند پروژه به صورت مشترک برنده جایزه 1,000,000 دلاری خواهند شد. برندگان پاییز امسال اعلام می‌شوند. ناجی غلامی، BBC.